نحوه تغییر دادن سیستم مختصات لایه‌های اطلاعاتی ایجاد شده در ArcGIS. فکر کنید که ما یه سری لایه‌های اطلاعاتی رو از همکارمون یا از سرور داریم دانلود می‌کنیم و می‌خوایم وارد نرم افزار اون بکنیم. بعضن این اطلاعات دچار مشکلاتی میشن و دچار جابجایی میشن. حالا باید چیکار بکنیم؟ وارد نرم افزار ArcMap میشیم و در موردش صحبت می‌کنیم. من اطلاعات اولیه رو که میخوام وارد بکنم میخوام ببینم تو کدوم زون دارم کار میکنم. غالبا توی زون UTM که بخوام کار بکنیم، ایران از 38 تا 41 زونهای UTM کشورمون داخل این زونهای UTM قرار گرفته. منطقه‌ای که میخوام کار بکنیم و بعد پیدا بکنیم که در چه زون UTMی هستش. من توی منطقه همدان و استان مرکزی حدود این مناطق میخوام فعالیت بکنم. اینها حدوداً در زون 39 قرار گرفتن. پس بنابراین لیرز هم پروپرتیز و زون 39 رو به عنوان دیتا فریم هم انتخاب میکنم، به عنوان کوردینه سیستم دیتا فریم هم، یا رو خود همینجا راست کلیک میکنم دیتا فریم پروپرتیز میگیرم و کوردینه سیستم دیتا فریم هم زون 39 انتخاب میکنم. لایه های اطلاعاتی موارد میکنم. لایه اول هم گسل ها هستش، بعد تو این منطقه باشه. الان دارم میبینم اینجا افتاده. فرض کنیم من زوم هم کمی بیشتر بود و مشاهده نمیشدش. گسل ها وارد شده به دلیل اینکه تو تیبل آف کانتنتس دارم مشاهده میکنم که چنین لایه‌ای وارد شده، ولی اونجایی که من مد نظرم بود و انتظار داشتم دیتاها وارد نشده. پس بنابراین باید مشکلی توی سیستم مختصات تعریف شدهش وجود داشته باشه. تصویر بعدی رو که وارد میکنم نقشه ژئوفیزیک هوایی منطقه هستش. 25000 منطقه است که حالا به صورت کلیپ شده هستش. انتظار داشتم در همین منطقه بیفته و در همان منطقه هم افتاده. مشکل الان کجا هستش؟ وارد میشیم، میریم توی Arc Toolbox. اولین کاری که میکنیم وارد قسمت Data Management Tools میشیم و بعد اون قسمت Projection and Transformations و میریم تو قسمت Define Projection. زمانی که Define Projection رو باز کردیم میتونیم به صورت این که این مثلث سیاه رنگ رو به سمت پایین بزنیم و تمام کانتنس هایی که توی Table of Contents مون هست رو انتخاب بکنیم، هر کدومش رو، و یا Drag Drop بکنیم. من False رو انتخاب میکنم، به من میگه Coordinate System که برای False انتخاب شده زون 40 هستش. پس اینجا اشتباهی که وجود اومده، من اطلاعاتم باید در زون 39 باشه و اشتباهاً در زون 40 براش ثبت شده. کاری نداره، این قسمت رو میزنیم، زون 39 رو انتخاب میکنیم و به راحتی کوردینه سیستممون دیفاین میشه و میاد در منطقه‌ای که مد نظرمون هست و قرار میگیره. رنگش هم بخوایم تغییر بدیم که دیدش راحت‌تر دیده بشه، قرار میگیره. حالا همین اتفاق برای رسترها هم میفته. دیفاین پروژکشن، میایم تصویر GIF مون انتخاب میکنیم، این زون 39 هست. ما حالا میتونیم اینو تغییر بدیم، بگیم به زون 40 هستش، اشتباهی خورده زون 39. غالبا الان این کارو بکنیم، اینم باید بره به همون سمت دشت کویرمون و اونجا قرار بگیره. پس به همین راحتی میتونیم با یه دیفاین پروژکشن انجام دادن جابجایی‌هایی که اتفاق افتاده رو اصلاح بکنیم. البته این برای گلفایگان جابجایی‌هایی که اتفاق افتاده هست و اصلاح بکنیم و دیتا هامون رو کوردینه سیستم هاشون رو اصلاح بکنیم تا بتونیم فعالیت هامون رو انجام بدیم. پس به راحتی آموزش دیدیم که چگونه میتونیم تغییرات سیستم مختصاتی رو به صورت راحت انجام بدیم.